ابزار پاکسازی. خانم دبی فورد در خصوص سه مقوله محافظان آتش درون، بالا برنده های آگاهی و تقویت کننده های تعهد راهکارهایی رو پیشنهاد میده و اینها رو جز ابزار پاکسازی میدونه. در خصوص محافظان آتش درون، راهکارهایی که ایشون پیشنهاد میدن اینه که اول از همه اجازه بدید هر کسی در زندگی شما وجود داره بدونه که شما قصد دارید دوره‌ای رو به عنوان پاکسازی آگاهی سپری بکنید و به کشف اون بپردازید. بعد اینکه تا جایی که میتونید در این دوران از شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعی، تلفن همراه، تلویزیون و دیگر وسایل ارتباط جمعی که موجب حواس پرتی شما میشه فاصله بگیرید. روی پیامگیر تلفن پیامی بذارید، به اطلاع همه برسونید که مثلا تا تاریخ معینی قادر به پاسخ دادن تماس‌هاشون نیستید. یا مشابه همین برای پست‌های الکترونیکیتون میتونید این کار رو انجام بدید. پس مرحله دوم به عنوان اقدامی جهت محافظت از آتش درون، دور شدن از شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعیه. قسمت بعدی از کسانی که به طور معمول دائم با شما در تماس هستن بخواید. کارها یا پیام‌هاشون رو قبل از ساعت 6 عصر روز پیش از شروع پاکسازی یا در ساعت معینی در روزی دیگر با شما در میون بذارن تا بتونید این 21 روز رو فقط به خودتون و پاکسازی آگاهیتون اختصاص بدید و همچنین سعی بکنید از هر چیزی که به شکلی وارد چهارچوب عاطفی، روحی یا جسمی شما میشه کاملا آگاه باشید. قسمت بعدی برای بالا برنده های آگاهی، ایشون میگه که از راه‌های زیر برای بالا بردن آگاهی خودتون طی دوران پاکسازی میتونید استفاده بکنید. مثلا تعدادی آهنگ پیدا بکنید که الهام بخش شماست، قلبتون رو به تپش در میاره و روحتون رو سرشار میکنه. یا دعایی رو پیدا کنید که روحتون رو تسکین میده و هر روز اون رو بخوانید. یا نوشته زیبای امت فاکس رو به خاطر داشته باشید که میگه وقتی به خدا فکر کنید دیگر به مشکلاتتان فکر نخواهید کرد. اطراف خودتون رو با صداها، تصاویر و چیزهایی که کمک میکنه یادآور خداوند، عشق و آینده شگفت‌انگیز باشید پر بکنید. اگه میتونید با تمام وجود غرق در زندگی با شکوه خود بشید و افکار و احساسات مخرب و نومید کننده در این حالت نمیتونه به آگاهیتون رخنه بکنه. مسئله دیگه این که هر روز تحرک داشته باشید. به خودتون قول بدید همه سموم رو با تحرک از بدنتون تخلیه می کنید. به قول خودتون متعهد باشید و هر روز یک برنامه پیاده روی یا ورزش برای خودتون در نظر بگیرید. همچنین هر روز مقابل آینه با خود حرف بزنید. صبح که از خواب بیدار میشید روبروی آینه به خودتون بگید تو، بله تو میتونی از هر چه با تنین مقدس وجودت همساز نیست خلاص بشی. و اما در خصوص تقویت کننده های تعهد، اگه احساس میکنید انگیزه شما ضعیفه، خسته شدید و به خودتون میگید خب شاید بتونم یک روز به خودم استراحت بدم و طبق الگوهای گذشتم رفتار بکنم، به سادگی دست نگه دارید. نفسی طولانی، آرام و عمیق بکشید و راهی سفری به آینده بشید. به سفر زمان برید و آینده ای رو که با الگوهای رفتاری گذشته در انتظارتونه تجسم بکنید. در حقیقت اگه نتونید به نجوای روحتون گوش فرا بدید، این آینده بسیار قابل پیشبینی خواهد بود. ساعتی رو به تجسم کردن زندگی کنونی خودتون بپردازید، با این تفاوت که 10 سال گذشته هست و شما پیرتر شدید. تجسم این صحنه به شما کمک میکنه با دیدن حقیقت دست از مقاومت بردارید و عزمتون رو برای ادامه سفر جزم بکنید. یا مثلا اگه هنوز احساس میکنید تمایل به ادامه راه ندارید، مقابل آینه بایستید و این عبارت معروف رو تکرار بکنید: بس دیگه، لوسبازی در نیار. پیشنهاد دیگه خانم دبی فورد اینه: نام 3 نفر از کسانی که اونها رو ستایش میکنید و نیز 3 نفر که به نظرتون در زندگی بازنده بودن روی کاغذ بنویسید. سپس از خودتون بپرسید: میخواهم شبیه کدوم یکی از اینا باشم؟ میخواهم چه جور آدمی باشم؟ و
اگه به راستی میخواید بزرگترین تمنای وجودتون تحقق پیدا بکنه، بدونید که ثبات و پایداری در این راه تنها راه رسیدن به مقصوده. زندگی ما بهتر نخواهد شد مگر آنکه دست از آزار روحی و روانی خودمون برداریم. حتی یک ثانیه هم نباید هدر بدیم. فردا همین امروزیه که هنوز نیامده. هیچ تغییر نخواهد کرد مگر آنکه ما بخواهیم. تغییر در آینده نیست، در اکنون است، در همین لحظه. فقط باید بخوایم و دست به کار بشیم.